تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته برباد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیلی. درود بر شما هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم و ویل طبق قرار هر دوشنبه تحلیلی از اخبار هفته گذشته رو در اختیارتون میذارم و خواهید دید که در این هفته چه اتفاقات مهمی افتاد و رژیم چه ریزش های بزرگی در داخلش اتفاق افتاد که واقعا بی نظیرن. همونجور که میدونیم من همیشه اول برنامه رو با تاریخچه از وضع ایران شروع میکنم که این یادآوریش برای همه شما لازمه که بدانید در چه فرصت از زمان شما مردم، شما مردم یعنی خود من هم اون موقع البته بچه بودم این میادانشون شرکت نکردیم در برنامه ها و بازی به دست شخص دیگری افتاد و الان چقدر نقش موثری مردم بازی میکنن شاید خودشونم ندونن و من این رو بهشون یادآوری میکنم. این برنامه که ما دوچاره شدیم هی در داخل همه رسانه ها فحش میدن به عرب ها، مسلمان های ربطی به عرب ها مسلمان ها نداره، عربستان سعودی در ایران انقلاب اسلامی نکرد، سوریه که اصلا مذهبی نیست در ایران انقلاب اسلامی نکرد، فلسطینی ها در ایران انقلاب اسلامی نکردن، این آمریکا و انگلیس بودن که این کار رو کردن و برنامه داشتن. انگلیس از شاید 100 سال پیش دنبال آخوندها بود برای تجزیه ایران اول و بعد که نفت پیدا شد همین آخوندها رو با انقلاب مشروطیت آورد سر کار. قانونی که در اون آخوند بیاد در مسجد بشینه، در مجلس بشینه و رأی به برنامه های آینده ایران بده. هی همه حالا میگن نه خیر آخوندها نبودن. چرا آخوندها بودن؟ از اولش هم هر وقت مشکل پیدا میکردن میرفتن در سفارت انگلیس بست میشستن و انگلیس اعلام کرد ما طرفدار این دموکراسی هستیم که داره در ایران زاده میشه. آمریکایی‌ها که از وقتی وارد بازار نفت جهانی شدن از انگلیسی‌ها رو دست خورده بودن، در ایران به دنبال همین سیاه بازی مسلمانی رفتن و در مرحله اول موفقیتی نداشتن و در مرحله دوم دنبال رضا شاه رفتن، با رضا شاه هم موفقیتی نداشتن چون شخصی ملی بود، برگشتن دوباره دنبال همین آت و آشغال هایی که از سیستم انگلیسی مانده بود، با اینها بستن برای همون سیستم اسلامی و شروع بازی در ایران برای بی‌ثبات کردن ایران. اولین کار مهم اینها در ایران حمایت از مصدق، یک مورد قدیمی و سوخته و با تایفکر کاملا اسلامی بود که این را آوردن حمایت کردن به قدرت برسه. وقتی در سر کار بود برنامه ملی شدن صنایع نفت رو به اسم خودش بالا کشید، یه دلاتولوت با وامانده از انگلیس هم دنبال این رو گرفتن و همه حمایت های آمریکا از سوی اون کشور به مصدق میشد، حمایت های مالی که به شاه ایران روا داده نشده و هدف اینا این بودش که برنامه انگلیس رو در ایران به هم بزنن و بعدم با شاه ضدیت بکنن و شاهنشاهی رو سرنگون بکنن، جمهوری بیاد که در اون نظم جدیدی در ایران برقرار بشه. ولی کسانی که دور مصدق بودن اغلب وابسته به انگلیس بودن
و روحانیت هم باش مخالفت کرد که وابسته به انگلیس بود. حزب سوده که سرانش از خانواده قاجار بودن، نوکران انگلیس بودن، هم مخالفت کردن در نهایت با مصدق و برنامه های آمریکا به سنگ خورد. آمریکا هدفش بود ایران شلوغ بشه، روسیه بگه من میخوام نیرو پیاده کنم و اینها بیان نیرو پیاده کنن و ایران رو بگیرن. وقتی تمام این برنامه ها خوابید، در اثر قائله مصدق یک قراردادی نوشته شد به اسم قرارداد کنسورسیوم که این در تابستان 1357 باید به پایان میرسید و از دیر زمانی مذاکراتی در موردش بود و در این مذاکرات در سال 1973 شکست خوردن و از اون موقع آمریکا در پی سرنگونی شاه در اومد و در این فیما بین گروه های اسلامی چپی هم خودش درست کرده بود که گروه های اسلامی چپی انگلیسی رو از بازی اوت بکنه. ولی انگلیس ها دیدن این دفعه با بازی سنگین تره، اینا هم در کنار آمریکا شرکت کردن در انقلاب اسلامی و انقلاب رو با مارهای خودشون از دست آمریکا دزدیدن و آمریکا از اون روز اول وارد، از اون روز اولی که اتفاق افتاد وارد جنگ فرسایشی اقتصادی با جمهوری اسلامی زیر نظر خمینی شد و مخالفت با اصل ولایت فقیه که اون سیستم اسلامی خودش رو که آخوندهای کلاهی هستن زیر سوال بود، آخوندهایی که در دیگر حوزه تربیت نشن مستقیم در آمریکا تربیت بشن و بیان سر ما خراب بشن. این جنگ اقتصادی وضع رو باید خراب بکرد. آخوندها از ترس اینکه مردم به شورش بیان قدرت رو از راه انتخاباتی زیر نظر آمریکا، زیر نهادهای غیر دولتی، این رو به هر حال مشروعیت بازی رو دوباره، بازی اسلامی رو به دست بگیرن. در صدر مخالفت این بازی انگلیس رفسنجانی رو قرار داد برای کارهای تروریستی، برای اینکه آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه. مملکت از یک ثبات کاملا جالب در زمان شاه با یک دوران بی‌ثباتی و جنگ شد. در برخی اول جوانانی که اصلا وابسته به انقلاب نبودن در فکر فرار افتادن، حتی اونایی که به نظام پیوسته بودن با نظام فاصله گرفتن، کسانی که از قبل نظام پولدار شده بودن در فکر فرار بودن. رفسنجانی چون موفقیتی نداشت، آخوندهای دیگر بر ضدش بودن، داردسته انگلیسی آمدن مجمع تشخیص مصلحت نظام رو با دقل دقل، خلاصه وارد جزئیاتش نمیشم، درست کردن که این قدرت در دست رفسنجانی بمونه. جنتی بود، موسوی بود، خیلی ها بودن. انشاءالله اگر فرصتی باشه این داستان مجمرم برای شما بتونم تعریف کنم. فرحال این رفسنجانی که خودش رو ثبات بخشیش اومد دلار رو ارزان کرد که پولدارها رو نگه داره. این باعث شد هر جنس خارجی چندین برابر از جنس تولید داخلی ارزان تر باشه. تولید داخلی کاملا صفر شد. بعد خاتمی رو آورد، بعد نفت رو ارزان فروش به اروپایی ها و چینی ها و روسا که همه رو بتونه نگه داره و در ضمن لاس خشکه با آمریکا. و تمامی اینا فایده نکرد چون آمریکا تهدیدارو بیشتر کرد. مسئله اتمی بودن رژیمی رو مطرح کرد که تلمبه بلد نیست بسازه و به دنیا صادر بکنه. به هر حال وقتی به این صورت شد، تمام کشورهای دیگر دیدن که این رژیمیه که با کسی راه نمیاد، فعلا در دست انگلیسه. بعدا اگر بخوان زیاد دیگه رشادتی به خرج بده میره تو خط آمریکا و بازی از دست اینا در میره. و چینی ها روسا گفتن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بده. تحریم ها بین المللی شد، یعنی خود اونها هم که کسانی که هم پیمان رژیم بودن جزو فشار دهندگان روی رژیم آمدن و منابع مالی او کم آمد. اینها در واقع وقتی تولید داخلی نبود و منابع نبود، ذخیره ها زیر سوال رفت و در یک زمانی دیدن اگر بخوان همینجور ادامه بدن نمیشه. اومدن قیمت ها رو بردن بالا و تمام کسانی که از بدبختی به بسیج پیوسته بودن زیر خط فقر رفتن و اونها هم در مقطع سال 2008 با نظام فاصله گرفتن. به این صورت که من دیدم در تظاهرات دیگر نه خودشون نه خانواده هاشون شرکت نمی کنن و بازی برای رژیم عوض شد. دیگر لات بازی و این حرفا نبود برای اینکه آمریکا را عقب بزنن و صحبت از تضمین های امنیتی به میان آمدی، یعنی میخواستن
از آمریکا تضمین بگیرن ما رو زیر چوبه دار نبر، اگر قدرت رو پس بدیم در زمانی که دیگر نیرو برای حفظ قدرت نداره. در این موقعیت لاریجانی با پالیزدار و کردان پرونده های کلاهبرداری های رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رو بیرون کشید، اینها رو دراز کنه. انگلیسی ها از های موره مبصرشون در بازی توکلی پرونده بیسوادی کردان رو کشیدن بیرون و این دسته رو دراز کردن. بعد انگلیس و بی بی سی آمدن رفسنجانی رو در سمت حرکت سبز بردن، جنبش سبز، یک مشروعیتی به کل این دار دسته رفسنجانی بدن. ولی مردم زمانی که به خیابان اومدن پاسدارایی نبودن بهشون حمله کنن، مردم شعار مرگ بر جمهوری اسلامی دادن، پاسدارها باز به خیابان نریختن، بسیجی ها که میگن 1 میلیونن یا 10 میلیونن به خیابان نریختن، ثابت شد نظام پایه نداره و وحشت داخلی پولدارها رو گرفت و اینها شروع به فروش سهام برای خرید دلار کردن. رفسنجانی دوزا خرابه حرکت انحرافی رو زیر نظر انگلیس آورد با نظام فاصله بگیره به اینکه خودش رو نجات بده و زمانی که دیگر همه نظام به هم ریخته، پولدارا دارن فرار میکنن، نیرو ندارن وضعیت. حوزه یعنی همون آخوندهایی که سالها با رفسنجانی در جنگ بودن اومدن این رو رد صلاحیت کردن، نوکر این بابا به اسم روحانی رو آوردن سر کار با اینکه همون سیستم این رو زمانه این رو پیاده کنه، یعنی لات بازی برای چانه زنی با آمریکا، یکم لاس خشکی با اروپا و چین و روسیه سر نفت و یک بنم لاس خشکی زدن با سبز که اگر اوضاع یکم خراب شد سبز رو بیارن، اگر هم که با آمریکا به نتیجه رسیده است با سبز رو بیارن و حکومت رو انتقال بدن به سبزهای آمریکایی. آمریکا وقتی این بازیکن جدید رسید صحبت از تحریم‌های 100% و اینترپل کرد، رو بعد پیشنهاد مذاکره مستقیم داد. این روحانی فکر کرد دیگه کار تمام شده، بقیه رفقا رو زد کنار از جمله لاریجانی، رؤسای سپاه پاسداران و بقیه، و باعث شد در داخل نظام دوباره ولوله و شکاف بیفته. حرکت‌های منفجر کننده داخلی به صورت شد که آمریکا حرف از تعلیق تحریم‌ها زد. در این موقع انگلیس و روسیه گفتن نه، باید همون چیزهایی که جمهوری اسلامی رو مجبور میکردی تا حالا انجام بده رو اتم باید انجام بده، چون میدونستن این نظام نمیتونه انجام بده، تمام سیاستش بر روی لاتبازیه برای گرفتن تضمین امنیتی و رژیم رو به دردسر انداختن. و رژیم هم بگه دیگه نتونست این قرارداد ژنو رو اجرا بکنه، کارش خرابتر شد. در داخل نیروهای مردمی قیام کردن در اصفهان، کشاورزان در تمام مملکت در ما اول ماه کارگران تظاهرات کردند، بعد یه دختر جوانی کشف حجاب کرد. تمام اینا در نظر این بود که نیروهای پلیس دیگر در کنار این نظام نیستن. وقتی میبینن سیاسی کارگری اعتصاب کرده چشمشون رو میبندن، وقتی میبینن دختری چادرش رو برداشته چشمشون رو میبندن. پس از اون اصناف به کارگران پیوستن و وضع داخلی خرابتر شد، همه به جان همدیگه افتادن و هفته ای نبود که بورس تهران سقوط نکنه، سقوط های 20% که در هفته های پیش بهتون اشاره کردم و در این هفته هم بازی نمونه جالبش اتفاق افتاد. آمریکا باز اوقات به اینا 4 ماه وقت داد، ولی داخلی ها دیدن آقا این راهش نیست، اینا راه جدیدی این آخون روحانی بلد نیست بیاره. لاریجانی میخواست از راه این قوه قضاییه اینا کودتای داخلی بکنه و جرأت نکرد تا آخر خط بره و بر همه ثابت شد آلترناتیو داخلی وجود نداره. در روز عید فطر تعداد سران نظام که گوهم رفته ها 500 نفر باشه 60 نفر شده بود، در تصاویر نشونتون دادم، یعنی سقوط 90% ریزش 90% قدرت اجراییه داخل نظام. بورس تهران هم سقوط 32% کرد در 4 روز کار، از 5 روز کار، اگه 5 روز کار میکرد که حتما به 40% میرسید و اوضاع نظام بسیار خراب. در روز آخر هفته که روز نماز جمعه باشه اینا صحبت از غزه و راهپیمایی کردن، حتی یک راهپیمایی درست نتونستن اجرا کنن. آمریکا باز از راه نرمش در آمد، فقط تهدیدهای دوردست در مورد تحریم‌های احتمالی آینده بر ضد جمهوری اسلامی
انگلیس از راه گواردین مقاله چاپ کرد اسم شش قاضی خونخوار نظام که جو آمریکا رو به طرف برنامه حقوق بشری ببره. ولی این اتفاق نیفتاد. در آخرین روزهای ساعتهای روز جمعه 10 مرداد نیروهای داعش وابسته به آمریکا، من میگم وابسته به آمریکا برای اینکه آمریکا کنار گوش اینا واسطه بود تا گذاشت اینا همه جای عراق رو بگیرن. الان یکم بهشون حمله میکنه ولی نه به اون صورتی که اینا رو نابود بکنه. این نیروهای داعش و ارتش لبنان حمله کردن، یه عده رو گروگان گرفتن و این ارتش لبنان هرچند که رؤساش مسیحی هستن، کارمندان اصلیش شیعیان هستن، اعضای حزب الله هستن، چون دیگر این پولدارهای چی میگن مسیحی نمیخوان وارد کارهای ارتشی بشن، میگن زحمت داره و شیعیان هستن که وارد. در واقع داعش وارد جنگ با حزب الله شد، فشاری به جمهوری اسلامی باشه اینها عقب نشینی بکنن. و اتفاق جالبی که افتاد، عربستان سعودی به کمک ارتش لبنان شتافت، در حالی که نه اینها نه سنی که نیستن، چی یه عدهشون مسلمانن، یه عدهشون شیعه شدن، یه عدهشون مسیحی. و واقعا این آمریکا سیاست های اجرا میکنه که آدم یا هر آدمی رو مجبور میکنه بر ضد خواستهای خودش عمل کنه و منافعش رو از راه دیگری تضمین کنه. در هفته که در پیش بود، روز 4 روز بسیار سنگین در مقابل نظام بود. روز یک شنبه 12 مرداد سال روز مرگ رجایی که اینا هیچ وقت نمیگیرن، چون رجایی جزء اون داردسته نهضت آزادی وابسته به آمریکا بود. و در همون روز، روز تنفیذ روحانی هم بود 12 مرداد. در 14 مرداد برنامه سال روز مشروطیت که در برنامه نظام هست، خب اینا کارمند انگلیس بودن اون روز رو جشن میگرفتن و این دفعه مشکل بود براشون چون که آدم ندارن که اینجا بتونن جشن رو بگیرن. و بعد در روز پنجشنبه ایجاد جهاد دانشگاهی، برنامه که دانشگاه ها رو اسلامی کردن. و در روز جمعه روز خبرنگار که باید خبرنگاران نظام رو دور خودشون جمع میکردن و همه اینا رو نمیتونست اجرا کنن چون آدمش رو دیگر ندارن. در روز شنبه 11 مرداد این رو از پیش این گروه لاریجانی پیشبینی کرده بودن که محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی باشه، چون اینا برای این باورن که رفسنجانی در فکر بریدن از نظامه و در لحظه که اوضاع بسیار حساس بشه یه فریاد خواهد زد که من با نظام نیستم، من با مردمم، و خودش رو در کنار نظام مردم قرار میده که در واقع باعث حرکت متلاشی شدن نظامم بشه، اینجوری جان خودش رو نجات بده. و اینا از پیش پیشبینی کرده بودن که این هفته با این برنامه‌ای که توشه، از جمله برنامه مشروطیت، میتونه برنامه‌ای باشه برای جدا شدن رفسنجانی. رفسنجانی یوبتم میگه من طرفدار مشروطه‌ام میتونم باشم چون مشروطه هم جزء تاریخ ایران بوده، از این حرفا بچسبونه به اون طرف. و عکس شماره 1 از شنبه صبح، دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی شروع میشه، ولی دادگاه علنی نبوده و هیچ گونه به اصطلاح اتهامی هم به این بابا زده نمیشه. فقط برنامه برای این بوده که یادآوری بشه به رفسنجانی که میتونن قصرش رو بازداشت بکنن. و میگن محاکمه یک روز دیگه هم ادامه داره. خب تو دلیل داشت رفتی چین بهشون نچسبوندین یه روز دیگه، و اینکه برای اینکه کاملا تو کله این بابا بره که فشار در موردش بسیار جدی. در همون روز قوه قضاییه که وابسته به لاریجانی هست، یه ده خبرنگار وابسته به روحانی رو، یعنی در همین گروه حوزه رو، در کرمانشاه بازداشت میکنه. و در ضمن مجلس وابسته به لاریجانی اعلام میکنه فرجی دانا وزیر علوم که وزیر دانشگاه هم هست، اگر دانشجوان ستاره دار، یعنی سبزار رو از دانشگاه اخراج بکنه، ما دیگر استیضاحش نمی کنیم، یعنی درازش نمی کنیم و باعث نمیشیم که دولت سقوط بکنه. در واقع در این هفته هم فشار روی رفسنجانی بود و هم فشار روی حوزه، چون اینا احساس میکردن گروه لاریجانی که حوزه هم اگر اوضاع خیت بشه میخواد بچسبونه به طرف سبز و
یه جوری خودشون رو اینجوری نجات بدن. از سوی رفسنجانی در رسانه‌هاش در روز حمله‌ای به دولت نمیشه، فقط حمله‌ای میشه از سوی اصناف میدان که یه عده دلال دزد میان در قیمت‌ها رو میبرن بالا و در واقع میخواسته با این صحبت که از روی ایستا چاپ شد اصناف رو بندازه به جان دلالان وابسته به نظام و ایجاد تنش بکنه در بین پولدارهای نظام و این حالت وحشت بورسی رو دوباره دامن بزنه که اگر به هر حال هر طوری شد اون وضع بحرانی رو پیش بیاره که خودش میخواد جدا بشه، ولی این حالت اتفاق نیفتاد چون گروه های دیگری هم وارد شدن در بازی. در هفته پیش ایاتون باشه سران سپاه پاسداران در روزنامه رمز عبور بسیار حمله کرده بودن به رفسنجانی برای جلب حمایت لاریجانی، ولی این دفعه این لاریجانی رها کردن، دیدن این بابا به اینا راه نداده و گفتن احمدی نژاد نامه نوشته به سیف و رئیس بانک مرکزی به دستور انتخاب شده به دستور روحانی که گفته من فقط دزد نبودم، یه دزدی هایم زمان روحانی شده. یعنی با یک نامه که چاپ کردن هم اینا با دوباره تو سر رفسنجانی کوبیدن، هم یه سرم تو سر روحانی، ولی به طور مستقل به صورت که خودشون فشار آورنده اصلی باشن و تقاضایی از لاریجانی ها نداشته باشن. در همون روز این رؤسای سپاه پاسداران از راه خبرگزاری فارس اعلام میکنن که یک کارمند بانک کلاهبرداری کرده بوده ریختن و گرفتن، یعنی ما قدرت آگاهی داریم، قدرت ضربت داریم، خودمون قدرت هستیم. و در این به این صورت رفسنجانی شاید احساس کرد که موقعش نیستش که این زمانی که فرزندش توی دادگاه بیاد با یه گروهی که قدرت ضربتی داره وارد چالش بشه. در این زمان دولت چی کار میکرد؟ عکس شماره دو هنرپیشه ها در حال خون دادن برای نوار غزه که البته تعداد هنرپیشه ها و کارگرها بسیار کم بود و آمدن این یارو از اسخر چی اسمش یادم رفته آیه سیاه شما این میدونه فرهادی اسخر فرهادی که درسش هم در دانشگاه سینمایی حوزه خونده و سالها فیلم میساخته برای نظام، الان هم فیلم هایی میسازه که همه آدم ها اتومبیل های شیک سوار میشن، آپارتمان های خوب دارن. هر فرانسوی که من رو دیدم رفته دیگه آقا وضع ایران خوبه، من دیدم مردم خونه های خوبی زندگی میکنن، درآمد دارن، مشکلات مدرن دارن. خودم ببین بله همینه دیگه، یک رژیمیه که کارش پروپاگانده و اینجا هم روبوسی میکنه تو عکس شماره دو با وزیر ارشاد اسلامی، بعد خندان خون میده که برای یه ایرانی هیچ وقت این خون رو نداده و هیچ وقت هم نخواهد داد و سر بزنگا سوار هواپیما میشه و در میره. در این روز شنبه اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، جنگ داخلی بود از طرف قوه قضاییه و پارلمان بر ضد روحانی و رفسنجانی و جنگ داخلی بود از سوی سپاه پاسدارانم به سوی این طرف، یعنی یک موقعیت بسیار متزلزل. بورس تهران یک سقوط فوق‌العاده نجومی میکنه با همه شاخصها در حالت منفی. آمریکا فشار رو از راه باکو وارد میکنه، دو حبس ابد برای دو شخصی که برای جمهوری اسلامی کار میکردن و سی ان ان اعلام میکنه خالد مشعال مال حماس داره به تهران میده کمک مالی بگیره با که این جمهوری اسلامی هم در خطر تحریم های جدیدی در مورد غزه بذاره. وزیر انرژی رژیم اعلام میکنه وضعیت آب در تهران و اصفهان بحرانیه، چون اگه تحریم میامده اینا باید سوخت رو میفرستادن ذخیره میکردن تا آب باید استفاده میکردن، آب هم کم میاد برای تولید برق، گفتن آب و برق آب در اون مناطق کم شده و شرکت نفت اعلام کرد ولی وضع بهتر خواهد شد چون ما داریم ذخیره های نفتی زنجانی رو به فروش میرسانیم، چون آمریکا تحریم هایی رو که روی مسئله بوده برداشته که به داخلی ها بگه آمریکا یواشکی
کارهایی میکنه، راه رو برای ما باز بکنه. اینقدر وحشت زده نباشی. و یک دریچه ای رو باز کردن برای گروه سبز به این صورت که شخصی به اسم میترا پورشجری که میگن باباش زندان، حالا من البته شک دارم، یه طرفدار نوکیشان مسیحی در ایران میشه و سایت کلمه اعلام میکنه 50 زندانی از بند 350 در اومدن، که این مسئله بند 350 رو دوباره مطرح بکنه و اون داستانهایی که در کنارش در آوردن. در روز میرسیم به یک شنبه 12 مرداد، روز مرگ رجایی بود، عکس شماره 3، بمب‌گذاری که در محل این کاخ ریاست جمهوری جمهوری اسلامی در اون سال اتفاق افتاده بود و میبینید که وحشتناک بوده و هیچ وقت واسه این رجایی جشن نمیگیرن، چون مال گروه وابسته به آمریکا بوده. در این روز روز تنفیذ روحانی هم بوده، هیچ رسانه به این مسئله نگاه نمیکنه و حمله به صورت کلی از سوی این گروه رفسنجانی شروع میشه، چون از سوی دادگاه هیچ حمله به پسرش نشده بوده. ایسنا اعلام میکنه تمام قدرت و ثروت ایران دست 600 نفره، این نزدیک به همون عددی که من بهتون در چند هفته پیش گفتم، من تخمینم این بوده که 500 نفر نظامی و شغلای رسمی وجود داره، شاید هم 100 نفرم که مال سهامداران اصلی کارخونه های رژیم باشن، میشه 600 نفر. در همون روز ایسنا حسین راهفر نزدیک به موسوی اعلام میکنه پاسداران 170 میلیون دلار پول شرکت نفت رو بالا کشیدن، در واقع حمله گروه رفسنجانی به سپاه پاسداران. ایلنا اعلام میکنه وضع فقر بالاتر رفته، شرق اعلام میکنه خط فقر 2 میلیون تومنه، در واقع جلب حمایت نیروهای مردم. در این موقعیت رؤسای سپاه پاسداران که رؤسای زندان ها هم هستن، برای نشان دادن قدرت عکس شماره 4، 3 اعدام گفتن در شیراز در ملای عام، که میبینید که حیاتی در بیابون بوده، در ملای عام نبوده، اینا در ملای عام جرأت این کارا رو ندارن. ولی به هر حال همونجور که در هفته پیش گفتم 800 هزار زندانی تو ایران وجود داره، یک ذخیره بی همتا دارن برای فشار آوردن به هم به نیروهای داخلی و هم به نیروهای مردمی. در این روز بورس از حالت سقوط در میاد و 1% بالا میره. پولدارهای نظام خوشحال بودن از این سه تا اعدام، شادی بود میکردن که این وضع خراب جلوش گرفته شده، سپاه پاسداران از خودش خودی نشون داده. رضایی که از نوچهای رفسنجانی بوده و همش گاهی هم این ور میره گاهی اون ور میره، مردمی روز طرفدار غزه و اینا، میبینه که مردم از فشار خوش اومده، اینم میگه ما هم میخوایم بزنیم اسرائیل رو نابود بکنیم و موشک داریم و از این حرفا. حسام آشنای آخوندیه که میگن برنامه ریز این برنامه های بنفش و این حرفا بوده، سایتی داره مثل نام نیوز، اون هم میچسبونه به اون طرف، میگه من خودم رو به جلیلی نزدیک میدونم، اون شخصی که در زمانی که مذاکره کننده اتمی بوده اول نیم ساعت آیه قرآن میخونده بعد وارد مذاکره میشد. یعنی که اوضاع که دیدن خرابه همه میخواستن بچسبونن به اون طرف که سنبش پرزورتره. در قالیباف هم برنامه میذاره، جشن بر بچه ها برای غزه که عکس شماره 5، میبینید که بچه اونجا نبوده، تعداد بزرگان هم بسیار کمه و در واقع نشون میده که هرچند که سران در لحظه که اوضاع خرابه، بورس داره سقوط میکنه و از این حرفا، میخوان بچسبونن به فشار و زور و چه میدونم تهدید، ولی پایین دستا در برنامه شرکت نمی کنن و نظام همچنان مشکل گروه شرکت در مسائلش رو داره. میرسیم به روز دوشنبه 13 مرداد، سپاه پاسداران قد علم کرده بود و اینها میخواستن همه بدن به طرف غزه و این حرفا و برنامه از بازی سازش داشت دور میشد، یهو یک گروه عظیمی عکس شماره 6، گروه کشورهای غیر متحد که الان همشون شدن وابسته به آمریکا، وارد تهران میشن برای صحبت در مورد غزه و البته انتظار داشتن که این گروه روحانی بیان و در مسیر آمریکا صحبت کنن.
بر ضد حماس و اینا، ولی اینا انجام ندادن و موفقیتی حاصل نشد. در کنار این مذاکره همشون تنها هم با هم با روحانی صحبت کردن و هم با ظریف در مورد به احتمال قوی مسائل اتمی، و اون هم راهکاری باز نشد. از عکس شماره 7 شخص دیگری هم وارد تهران شد، رئیس مرکز جهانی پول در منطقه، شخصی فکر می‌کنم مال پاکستان باشه چون اسمش مسلمانیه، و این به دیدن نهاوندیان که نزدیک به لاریجانی باشه رفت، شاید مزه دهن این بابا رو ببینه چیه. و در این حال آسوشیتد پرس اعلام کرد سلیمانی که از بغداد دفاع میکنه در مقابل داعش، که چشمک هم زده باشن به گروه پاسداران ببینن کدوم طرف به اینا راه میده. و در داخل این صحبتی رو که آمریکا اول با روحانی و ظریف باز کرد باعث ناراحتی اون عده‌ای شد که با اینا حرف نزده بود، به طور مستقیم از جمله پاسداران رفت و رفسنجانی. گروه پاسداران یک مقدار تظاهرات اعلام کردن از رای بسیج در مقابل سفارت مصر، عکس شماره 8 سفارت اسماعیل مصر، دفتر منافع مصر و سفارت پاکستان و جاهای دیگه، و که من مال پاکستان فقط براتون انتخاب کردم نشون بدم، تعداد بسیار کم بوده و کسی شرکت نکرده بوده در این برنامه. در مقابل رفسنجانی هم خودش اعلام کرد من همیشه طرفدار جوانان بودم، یعنی این که خب این همه این پیران میذاریم کنار، چون جوانان منطقی فکر میکنن، و شخصی به اسم قاضی پور که نماینده مجلس است و از وابستگان رفسنجانی میگه ما حمایت کامل رو از تروریسم در منطقه میکنیم. در مقابل آمریکا این جواب رفسنجانی بوده زمانی که آمریکایی‌ها سر صحبت رو با این بابا باز نکرده بودن. در جواب این حرفایی که زده شد، حائری شیرازی وابسته به گروه حوزه در مورد رفسنجانی میگه اونایی که با ولایت فقیه مشکل دارن، یعنی با ما مشکل دارن، جایی در این شورای فقهای خبرگان نخواهند داشت. و خبر آنلاین وابسته به لاریجانی بر ضد پاسداران که تظاهرات رو تشکیل داده بودن و رئیس کلشون جعفری که مدتی ناپیدا بود دوباره پیدا شده، گفته بودش که اتحاد اسلام اسرائیل رو نابود خواهد کرد، اعلام میکنه که بله وضع مصرف مواد مخدر در ایران بسیار خرابه، یعنی سپاه پاسداران توانایی سرکوب رو نداشته، و اعلام میکنن 700 هزار این خبر آنلاین در میاره که 700 هزار کارگر ایرانی معتاد شدید هستند، و در کنارش هم مهر اعلام میکنه که 7 میلیون ایرانی صاحب 2 یا 3 شغل هستن و باز هم نمیتونن از زیر خط فقر در بیان. در همین روز باز برای اینکه باز خودی نشون بدن، روز داخلی حقوق بشر فردای اون روز بوده 14 مرداد، ولی برادر علی لاریجانی صادق لاریجانی همین گروه خارجی رو که در ایران بودن دعوت میکنه، همون 100 نفری که بودن رو دعوت میکنه. عکس شماره 9 برنامه حقوق بشر روز کرامت انسانی جمهوری اسلامی رو میذاره، یعنی اینهایی که آدم نداشتن سال رو پر کنن با مهمانان خارجی و یه عده‌ای از آخوندهای خودشون این سال رو پر میکنن، و در اونجای صحبت از سنگسار رو از این قوانین اسلامی میکنن که بگن ما هستیم، ما نیروی هستیم که در اینجا میتونیم حرفمون رو بزنیم، که آمریکایی‌ها مجبور بشن بیان با اینها صحبت بکنن. و در نتیجه هم سنگ پرانی رفسنجانی که از بازی اوت شده بود، سپاه پاسداران، بسیج، حائری شیرازی و لاریجانی ها به این صورت، اتفاق نزدیکی بین جمهوری اسلامی و آمریکا اتفاق نمیفته و بورس به احتمال قوی در حالت بحرانی شدید میفته، چون عددی در اون روز چاپ نمیشه، عددهای روز قبل چاپ میشه، که این همیشه موقعیتیه که اوضاع بسیار خرابه. میرسیم به سه‌شنبه 14 مرداد، روز همون کرامت انسانی بود و روز انقلاب مشروطیت، و در رسانه ها صحبتی از این مراسم نمیشه،
چون دیگر واقعا این چیزها حنایی نداره متاسفانه. به هر حال یه عده میخوام بگن که خب بله پس پادشاهی ایران چی میشه؟ پادشاهی ایران مشروعیتش رو از هخامنشیان میگیره، مشروعیتش رو از رضا شاه بزرگ میگیره، مشروعیتش رو از انقلاب سفید میگیره، بله از برنامه‌ای که وابسته به انگلیسی‌ها بوده و در زمان شاه این برنامه رو جشن براش میگرفتن، ولی خوشبختانه هزار بار خوشبختانه این مفاد انقلاب مشروطیت رو اجرا نمی کردن و یعنی همین انقلاب اسلامی اجرا می شد دیگه. 8 آخوند در مجلس نشسته بودن و می گفتن تمام این قانون های شاه مردوده و یه چیزایی هست که لازمه که آدم ازش تعریف بکنه ولی اجراشون نکنه که وگرنه خاک به سر خودش ریخته. در این روز برنامه های رژیم برنامه دیگری بود. روز قبل شکست داخلی با آمریکا اتفاق افتاده بود، آمریکا نیروهاشو تمامش رو ایران فرستاده بود، تمام کشورهای منطقه رو، تمام بیلپول ها و باپول هایی که در کنارش هستن، رئیس بانک بین المللی، و اتفاق سازش اتفاق نیفتاده بود. بورس دوباره سقوط کرده بود. شرق اعلام میکنه که در ایران قوه جذب سرمایه گذاری کاملا صفر، قانونا بده، یعنی باید از این سیستم خارج بشه. و رفسنجانی عطی شماره 10 سنی ها رو هم دعوت میکنه بگه من با شما هستم. در داخل برای اینکه این حرکت رفتن با آمریکا جلوشو بگیرن، لاریجانی اعلام میکنه من خوشحالم، صادق لاریجانی، نه اون جواد لاریجانی، که من خوشحالم ما در ایران سنگسار میکنیم، پاسداران هم میان وسط بازی بگن ما قدرت داریم. میگن سال گذشته ما 94,000 نفر رو برای قاچاق بازداشتیم، که آدم واقعا از این خبرها شاخ در میاره. چند روز عکسی که چاپ کرده بودن در گرفتن یه عده قاچاقچی، عکس شماره 11 است که میبینید که یه عده شیره‌ای نشه رو گرفتن و اینا رو اسمشون رو گذاشتن قاچاقچی. وضع اینا در اون روز بسیار خراب بوده. بسیج اعلام میکنه گروه گروه داریم اسلحه از رشت برای جوکی واسه رشتی ها برای غزه میفرستیم و از این حرفا، و اگر یک جنبندی در روز بکنیم همه یو گر گرفته بودن در اثر که بورس وضعش خراب شده بود روز قبل، و دوباره در این روز بورس ریزش عظیمی میکنه. بلافاصله خبر میرسه که روسیه آماده است، قراردادی امضا کرده با زنگنه در مورد عوض کردن، جابجا کردن نفت در مقابل برق برای جمهوری اسلامی. بلافاصله از سوی آمریکا میگن تمام اموال زنجانی از زیر تحریم در اومده و عمان که کشور مذاکره کننده بوده با ظریف در اون دور اول، از ظریف دعوت میکنه به اونجا بره. عکس شماره 12 و میبینید قیافه سلطان قابوس باز در همه و دوباره در کنار این ظریف یکم میخنده که باید مذاکره میکنه. بلافاصله روسیه اعلام میکنه قراردادی با جمهوری اسلامی امضا نکردیم، فقط یک یادداشت تفاهم امضا شده و در یک ماه دیگه در مورد قرارداد صحبت میکنیم. یعنی آقا اگه به طرف آمریکا بری دیگر قرارداد ما به تو نمیدیم که بخوای از ما استفاده کنی برای اینکه با آمریکا وقت چانه زنی داشته باشی. این روز 14 مرداد واقعا یک روز بسیار سیاهی بود برای اینها، چون فکر میکردن از یک بحران بورسی در اومدن به یک بحران بورسی دیگر افتادن، به طرف روسیه رفتن، به طرف آمریکا رفتن، و نه آمریکا رو به دست آوردن و نه روسیه رو. در روز چهارشنبه 15 مرداد عکس شماره 13 ظریف با وزیر خارجه عمان ملاقات میکنه، ولی اونجا صحبتی چیز جالبی از اونجا در نمیاد. گروه روزنامه ابتکار وابسته به رفسنجانی اعلام میکنه که این قضیه سن و سال که برای رفسنجانی مطرح کردیم که نتون در انتخابات شرکت کنه، این پایه قانونی نداره. و نام نیوز با نام یارو حسام آشنا که قبلا طرفدار جلیلی شده بود، یه میاد لیست 27 نفر رو امضا چاپ میکنه، بالای 80 دارن، میچسبونه به طرف به اصطلاح رفسنجانی، چون
از روی دید این گروه پاسداران چرت و پرت میگن، 94,000 بازداشت و از این حرفا، ولی در زمانی که باید مثلا گروه بیارن به خیابان بر ضد آمریکا نیرو ندارن. اینا گروه پاسداران برای اینکه خودی نشون بدن اعلام میکنن یک اعدام در کرج، عکس شماره 14، که این خبر مال آرشیف هست، مال بایگانی است، چون آسمان ابریه، در حالی که در اون روز در یک روز بسیار گرم با آسمان آبی بوده در کرج. و اعلام خبر دیگری میکنن، عکس شماره 15، 4 اعدام در شیراز، که میبینید روی تابلویی که چاپ کردن اسم دو نفره، ولی پایین عکس 4 نفر رو انداختن، که خب نشون میده دو تا عکس مختلفه و اینها هم مال بایگانی بوده. و در اون روز اینها آدمی نداشتن اعدام بکنن، یا آدم اعدام کننده نداشتن این برنامه ها رو اجرا بکنن. قوه قضاییه بیاد جلو میگه ما 200 نفر رو در ماه رمضان شلاق زدیم، که قبلا هیچ جا اعلام نکرده بود و معلومه دروغه. و علی لاریجانی هم میاد مجلس دانش آموزان رو تشکیل بده، عکس شماره 16، میبینید دانش آموزان همه ماشاءالله بالای 20 سال دارن و دانش آموز اینها پیدا نکرده بودن کنار خودشون بشینه. یه اعلام میشه آقای روحانی راش کلش از چهارمحال بختیاری در اومد و از این حرفا، همه براش جمع شدن دست میزنن از این حرفا. میگه من تصویرها رو بهتون نشون بدم، عکس شماره 17 عکس این آغاز در خیابان، آدمایی که در قسمت زرد هستن اندازه شون از آدمایی که معادلشون در قسمت قرمز هستن بزرگتره. در قسمت زرد شما 4 رده آدم میبینید، در قسمت قرمز 5-6 تا 7 تا رده، و به همین صورت تا ته که برید میبینیدش که گروه گزایی که در قسمت چپ صفحه هستن بسیار ریستر هستن از تعدادی که اندازه هاشون هم اندازه آدم هایی هستن که روی اتومبیل واقع شدن و در قسمت راست واقع شدن. یک نمونه برای اینکه اندازه ها رو ببینید که با هم همخوانی نداره، اون بابایی که در دست چپ روحانی واسطاده، هم ترازش پایین تر یه آدم سیبیلویه و این دوتا اصلا هیکلشون با هم همخوانی نداره، یکیشون واقعا یک سوم یا یک دوم اونکی هستش. و اینا یک تکنیکایی که یهو اندازه ها رو کوچیک میکنن و یه کوچیکتر میکنن که بگن یک جمعیت چرانی وجود داره. و ایراد دیگری که اینجا وجود داره، کسی بنفش دستش نیست و احتمالا این عکس ها رو به احتمال قوی از عکس های احمدی نژادی برداشتن و روحانی رو توش اضافه کردن. عکس دیگری داریم از جمعیت، عکس شماره 18 هست، باز اینجا عکس بنفشی شما نمیبینید در دست مردم، و از نوع نور میبینید که نور از پشت از بالا میومده اون، ولی در مقابل اون پرچم زردی که وجود داره یه پرچم جلوشه. در واقع این پرچم جلویی باید در سایه اون یکی باشه و در سایه بیفته و این یکی همش نور توشه. اینا برداشتن چسبوندن پرچم این ور اون ور، و اینجا هم اندازه آدمایی که طرف چپ صفحه هستن با اندازه آدمایی که طرف راست هستن همخوانی نداره و کله ها در طرف راست صفحه بسیار کوچک است. اومدن راست و چپ رو این عکس ها عوض کردن، حواس مردم پرت کردن. ولی در نهایت عکس جالبی که داریم 15 ثانیه از ویدیو 19 است، اینا فیلتر بنفش گذاشتن جمعیت رو بنفش بکنن، زمانی که اصلا جمعیت بنفش نبوده و اصلا رفتی به روحانی نداشت. خواهش می‌کنم 15 ثانیه رو نشان بدیم، منم یک نفسی تازه کنم. دنیا میداند دیگر تهدید یا تحریم در برابر این ملت بزرگ تأثیرگذار نیست. ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت، همانطور که رهبری فرمودند. واقعا ببینید چه جالب، فیلتر بنفش گذاشتن، مردم بنفش گذاشتن، خودشون میدونستن که این مردی که رنگش بنفشه اگر باید تصویر نشون بدن باید مردم بنفش دستشون باشه که این کاروان تدبیر و امید و واسه شمادن دست بزنن. در اون روز ولی پولدارهای داخلی فهمیدن که اوضاع خرابه. ظریف در عمان موفقیتی نداشت،
رفسنجانی مدتی نداشت بگه من میخوام به انتخابات برگردم. پاسدارا عکسای تقلبی آورده بودن و این روحانی هم که عکساش تقلبی بودن. بورس دوباره سقوط میکنه، بورس بیلان هفتگی منهای 10% بوده در حالی که باید خیلی بالا بوده و این دلیل داره در ماهای اخیر هر دفعه 20-30% تعداد حجم بورس کم شده، الان به 19% افتاده. یعنی تعداد بازیکنان حقیقی کمتر از تعداد سرمایه‌گذاران دولتی شده که سرمایه‌گذاری میکنن بورس بالا بره. با این حال 10% سقوط کرده، یعنی که با اینکه تعداد داخلی‌های نظام که دولتی ها بانک ها از تعداد سرمایه گذاران اصلی بیشتره، باز نتونسته بودن بورس رو بالا بکشن. یعنی اوضاع فوق‌العاده خراب بوده. در این موقعیت آمریکا میگه من میخوام تحریم های جدید رو اجرا بکنم، ولی هنوز تصمیم نگرفتن. یک موشک به طرف سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان شلیک میشه، 13 نفر همکاران جمهوری اسلامی در بحرین بازداشت میشن یا خلع صلاحیت خلع تابعیت میشن در بحرین و آمریکا پیشنهاد مذاکرات مستقیم در ژنو رو در فردای اون روز به جمهوری اسلامی میده. این مسئله که 13 نفر همکاران رژیم در بحرین خلع تابعیت شدن نشون میده هر کشور عربی که وابسته به آمریکاست میتونه بیاد همکاران اقتصادی اینا رو دکونش رو ببنده یا سواشی بدید پیکارتون و اینا مذاکره رو در ژنو قبول میکنن. و در روز شنبه پنجشنبه 16 مرداد مذاکرات شروع میشه. در روز جهاد دانشگاهی بوده، یک جهادی دانشگاهی پیدا نمیشه و اینا دنبال سبز میرن با مطرح کردن اینکه سیمین بهبانی دوباره میسازمت وطن، گن زدم به بعدا میخوام بدم بسازمت در کما هست که مردم سبز بریزن تو کوچه، ولی مردم سبز نمیریزن تو کوچه چون مردم سبز وجود ندارن. دوباره در داخل نظام ولوله میفته، مجلس اعلام میکنه که فرجی دانا در خطره، قوه قضاییه 3 سال حبس برای قاتل فرضی ستار بهشتی مینویسه که بیاد به سپاه پاسداران نزدیک بشه و دوباره در داخل نظام شکلگیری اتحادهای ناپایدار برای مبارزه داخلی گروه‌ها با هم دیگه. در روز جمعه 17 مرداد روز خبرنگار بوده، یک خبرنگار در کنار اینا نبوده و اینا در نماز جمعه که عکس شماره 20 است شروع میکنن به شعار دادن، ما پیروز شدیم، حماس پیروز شد، حزب الله پیروز شد، قالیباف پیروز شد، روحانی البته یکم تأخیر داره ولی ما پیروز میشیم از این حرفا. ولی عکس شماره 20 جالبه، در عکس شماره 20 در جمعیت کلی تصویری پرچمی چیزی برای غزه و این چیزا وجود نداره و اون ادعایی هم که تو جمعیت نشون دادن اینا رو بعدا در تظاهرات دیده نشدن. یعنی اصلا 3 عکس مختلف بوده که اینها به هم جمع و تفریق زده بودن. در پایان روز میگن گرد همایی بچه ها در میدان فلسطین، عکس شماره 21 است. این عکس بسیار جالبه، در پایین نگاه بکنید کسانی که پشت اون بادکنکه هستن بیشتر به طرف ما سه ردن، درست پشت سر اینا یک جمعیتیه که 6-7 رده آدم نشسته. به همون صورت در 2 قسمت زردی که جلوی بادکنک هستن و در 2 مستطیل بنفش دو زنن که کنار هم دیگه واستادن، یکیشون واقعا 2 برابر اون یکی است. و این بازم میگم که یه مثلا بادکنک میذارن یه جمعیت جلو، بعد یه چیز بسیار رنگی، بعد اون پشت رو کوچیک میکنن که بگن مثلا عمقی واستاده. در این هفته واقعا اگر بخوان جمع بزنیم اینا هر چه کردن که بخوان با آمریکا بسازن نشد، هر چی کردن در داخل یکی بخواد قدرت رو بر ضد اونی که بگیره نشد، اومدن بهبهانی رو بردن تو کما نشد، واقعا وضع اینا خرابه. در آخر هفته آمریکا باز اعلام کرد ما در حال فکر کردن و تحریم هستیم، ولی تحریم اینا نکرد. در این هفته بورس تهران با توان این که نیروهای داخلی دولتی تعدادشون از سرمایه گذاران بیشتر شده، باز بورس سقوط کرد. در این هفته اینا بسیج دانشگاهی نداشتن، خبرنگار نداشتن،
آدم معمولی نداشتن بیان بگن خبرنگاره، بیان بگن بسیج دانشجویی و جنگ داخلی بود و جنگ بین آمریکا و روسیه سر مملکت فلک زده ما. هموطنان عزیز، در این رژیم آینده‌ای وجود نداره. 90% مردم زیر خط فقرن. دانشگاه شما بری نری بدبختی، هیچی نداری. چه فایده داری روز اول مهر به دانشگاه بری، به مدرسه بری، در اون روز خیابانها رو بگیرید، مهر رو تبدیل به آریا مهر بکنید، با شعارهای صحیح این نظام رو بندازید، مرگ بر جمهوری اسلامی، نشون بدید که نظامی رضاشاهی میخواد. اگر این رو فریاد نزنید، این صدای شما به گوش کسی نمیره و اونجایی که باید فرو بره فرو نمیره و ایران بدبختر از این میشه که شده. امیدوارم که این روز اول مهر رو فراموش نکنید. همین که تو خیابان بس بشینید، خواهید دیدش که این افسران سپاه به شما میپیوندن، پلیس ها به شما میپیوندن با عدم حمله، و اون وقتی که دلتون باز میشه و درست مثل این آهنگ آقای عاطف، در موقع فریاد بی صدا نخواهید بود و خواهید تونست آینده ایران رو برای یک بارم شده خود مردم ایران رقم بزنن. با امید اون روز آزادی، درود بر شما. تا هفته دیگر، کاوه محسنی از پاریس. تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته برباد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولیکن کوچه رو بن‌بست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مهر، از این نامردمان خیری ندیدی.